شماری از محصلین پنتون دولتی بلخ در شمال افغانستان میگویند که نامعلوم بودن سرنوشت دروسشان آنان را سخت نگران کرده است و باور آنان اگر نهادهای تحصیلی دولتی به زودی بازگشایی نشود بیشتر جوانان از ادامه تحصیل در کشور ناامید میشوند. باید پنتون شروع کنه به خاطری که در زمان رسول خدا را همین درس ها بود. اگر اوج منم میشد خود رسول خدا نمیگفت که زنم باید زیگهواره تا گور بده دانش بجو. نگران این هستن که آیا درس ها مثلا شروع میشه، دختران اجازه درس خواندن میتن یا نمیدن. البته نگرانی هایی دارن. شماری دیگری هم خواستار نهایی شدن طرز العمل آغاز دروس نهادهای تحصیلی دولتی هستند. جوان ها انتظار دارن از دولت که پانتون ها بسترین فرصت شروع شد و درس ها شروع شد و نبیان دوباره وسط درس ها آغاز شدن و یک نومیدی خاص وجود داره که جوان ها بعد به درس های خود آغاز میکنن. این یک ضربه است به یک ضربه است به دولت ما، چرا جوان ها ستون فقرات یک کشور می باشد. از این خاطر ما خودم شخصا آرزو دارم که امی پروسه درسی امی جوان ها شروع شد. معاون پانتون بلخ میگوید آموزش مختلط دختران و پسران یکی از دلایل آغاز نشدن دروس پوهنتون‌های دولتی است که کار روی شیوه جدید جریان دارد. امو اختلاط سسک بود انشالله و این سر ازی به یک برنامه خوبتر کار شده رویست که اختلاط چطور از بین بره. مقامات محلی بلخ اما اطمینان می‌دهند که پوهنتون‌های دولتی به زودی آغاز خواهد شد. بله که داسی پدیر لند وقت که از مجر حکومتی پانتونون هم خبال پالت پیل که تر دیر برید پری دی پانتونون و پمخ باندی کمی تخنیکی ستونزی سیوی اغال منز تللی دی و که داسی پدیر نجدی وقت که از مجر حکومتی پانتونون هم پال سی و خبال پالت پیل که پانتون بلخ با داشتن 16 پهنزای 430 استاد و بیشتر از 18,000 محصل یکی از بزرگترین نهادهای تحصیلی در شمال افغانستان است. این پوهنتون در سال 1366 خورشیدی تأسیس گردیده و در سالهای اخیر برنامه‌های ماستری در رشته اقتصاد و ادبیات دری نیز در آن ایجاد گردیده بود و چند دور فارغ التحصیل نیز داده است.